عید همه شما ایران مبارک. امیدوارم که همچنان شاد و موفق باشین. آمدیم به محل بابا حاجی ناحیه 12 شهر هرات و میخواییم که برین عید دیدنی یکی دیگر از همشهریان است. السلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر. این ایدو شما مبارک. اجماع خوبی؟ ایدو شما مبارک. زنده باشی. سلام علیکم. ایدو شما مبارک. تو عبادت خوبی. خوب هستی؟ بخیر. اینجا شما جان. سلام علیکم. ایدو شما مبارک. تو عبادت خوبی. بخیر. سلامتی. خوبه که ما در جمع عزیزانی که به عید دیدنی میرن برابر شدین و با اینا میرن به خونه همشهریان ما. زنده باشین. ایدو شما مبارک. خیلی خوش آمدید ان شاء الله. سلامت باشین. زنده باشین. سلام علیکم. خوب هستین؟ ایدو شما مبارک. خیلی خوشحال هستیم. ایدو شما مبارک. جان شما جور است. سلامتی. خوب هستین؟ ایدو شما. سلام علیکم. جان شما جور. ایدو شما مبارک. تاتو خوب هستین؟ خوب هستین. بخیر. جان شما جور است. سلامتی ان شاء الله. بریم بریم شما جور شما. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب مجدد عید شما بیننده عزیز مبارک باشه. امیدوارم که سالم و تندرست باشین. اومدیم به خانه یکی دیگر از همشهریان عزیز ما، جناب انجینر صاحب عبدالواحد عزیزی، یک تن از جوانان برومند حریوا زمین و جمعی از دوستان هم در اینجا هستن. با هم آمدین، اتفاقا با هم آمدین در عید مبارکی جناب انجینر صاحب. و انجینر صاحب مجددا عید شما مبارک و پیام عیدی شما رو اول میگیریم. البته ببخشین، در کنار پدر انجینر سیمان هستم، در بین پدر و پسر قرار گرفتم. اول پیام شما رو میگیرین، باز از پدر جان. پدر خدای مهربان، من هم سبی بروتری خدمت و خدمت تمامی بینیدهای دوستاشتنی تقدیم میدارم. عید سعید فطر به تمام مسلمین جهان و خصوص به مردم شریف هرات تبریک عرض میکنم. انشالله که همه عید خوش و آرام و در فضای صلح و امنیت پیشته باشن. خیلی هم خوش آمدین. ممنون شما. ممنون شما انجینر صاحب. جمعه عید شما مبارک باشه. قربان شما. زنده باشین. عید شما مبارک باشه. ما هم تشریف آوری شما برادران عزیز را خیلی تبریک میگم و عید شریف به همه شما دوستان مبارک میگم. انشاءالله که همیشه یک عید خوب و خوش و انشاءالله بی غم و سرفراز باشیم، داشته باشیم و اوقات خوش داشته باشیم. و بعدن روزی هم به تمام ملت افغانستان عید مبارک بهی میگم. انشاءالله که همیشه یک صلح و آرامی و بی غمی انشاءالله الله پاک به برکت و شرافتی روز بزرگوار برای ملت افغانستان و به تمام مسلمین دنیا الله بیاره که همیشه به سایه یک صلح و آرامش و به سعادت و انشاءالله به موفقیت و پیروزی زندگی کنیم. همیشه ایدای خوشی داشته باشیم. از همه شما برادران تشکر میکنم. عید به همه شما دوستان مبارک باد میگم. انشاءالله که همیشه شاد و موفق و کامیاب و کامگار باشیم به امید الله. ممنون شما. آمین. انجینر صاحب ماشاءالله پدر شما جاغا کلا از شما انرژی رو بیشتر میده. خب انجینر صاحب بگین که چگونه بود شروع عید؟ خدا را شکر دیشب و کمی سردرگمی بود متاسفانه. بعض از اول اعلان کردن که اید نیه، باز گفتن بعد اید، با پس اعلان شد که خب به هر صورت خوشبختانه تصمیم نهایی شد و به همه جا پخش شد، اعلان شد که همین اید هست و دوستا و برادرها و همه آمدگی خود گرفته بودن و ما هم طبق نمال دیشب اید کردیم و سحر هم آمدگی نگرفته بودیم. گرزیم بودیم که انشالله که ایده و صبح هم پس خدا رفتیم نماز ایده با همون صمیمیت خاصی که وجودش به محیط منطقه. الحمدلله او رمضا کردیم، بیامدیم و خدمت میمونا و دوستا و عزیزا هستیم. شما هم که تشریف آوردیم قدم شما بلوارم و حتما بوسه بر دستان پدر و مادر هم زنه دیگه. خوشبختانه یک عرف بسیار بجا منطقی که هست. الحمدلله. همینه که احترام بزرگا نباشه، یعنی واقعا نبود ریشه نمیتونه شاخه ها مقاومت و متداوم داشته باشه. به خاطر همین هم عرف هم وظیفه هم یک وجیبه که ما هم احترام بزرگ کرده خود داشته باشیم و به خودتر و شفقت مهربانی داشته باشیم. طبیعتا همو احترام الحمدلله بین همه جامعه ما و شما فضل خدا و به فامیل ما هم طبیعه که انشالله هست. الحمدلله. چقدر لذت داره بوسه زدن بر دستان پدر و مادر؟ طبیعیه که نمیشه که تمام او همه زحمتی که برای ما و شما پدر و مادر میکشه اصلا اونا رو جبران بکنی، به خاطر از اینکه شاید زحمت میگن. حتی اگه پدر شما غیر مسلمان هم هست، مثلا اگه بت پرست هم هست،
و حق داره به سر شما که بگه روزانه من تو دم بودخانه بباشی همه قدر که مسئله غیر ولی ما موها که طبیعه که از برکت از اونا بوده که اکتوپرستی و دین و این و به تمام همون مزایایی که اسلام و جامعه نیاز داشته ما همه به همون جهات که رسیدیم از برکت زحمت کشی و تلاش های پدر و مادر اینا بوده و مشکلاتی که سهولت هایی که حال به ما نه که ما به فرزنده خود از آماده کردیم اینا طبیعه که چند سال قبل نبوده خیلی به مراتب سخت‌تر از این مشکلات ها بیشتر مشکلات بیشتر اینا متقبل شدم تا اینکه ما ها رشد کردیم و بزرگ شدیم و حالی هم هستیم این هم از برکت در خدمت پدر مادر در خدمت پدر مادر الحمدلله و اجمام زمانی که اینجینر سه بندازه از نواسه شما بیدن دیگه بله خیلی شوخ بیدن حتما خوب بوده که تقریبا نه خیلی هم شوخ نمید بادم خواما خواب بسی طبعا دیگه نظر به میتفلیت که داره بسی هم بدونه شوخی نمیشه منطقه الحمدلله اجیر بودن درسته من یک پرسانه بکنم این سوال همیشه به ذهنم هست همین شما پدر بزرگا پدر بزرگ اندگه حالا چرا همین به همین نواسه ها از ما به چا بیشتر مایی؟ دیگه یک مطلع ما تقریبا امشالله 30 و چند سال پیشتر اینا مریض بیدم اینجا راست مریض بیدم ما خودیم والده ما که بیبی از اینا باشی یا مادر کلان از اینا بردیم پیش یک دواخانه ایر که بردیم پیش از این والده ما پرسان کرد که این چی شما میشه؟ گفته که این نواسه ما میشه گفت او از خوبه دیگه مگه بچه جوزه او به ما گفت خداوند بیا مرزال مسلمان فوت شده گفت بچه جوزه ولی نواسه مغز جوزه دیگه طبعا وقتی که آدم بچه رو مسته بشی طبعا نواسه رو بیشتر دیگه بله چون اولاده بسیار بله خاطر خیلی شیرینه بزید برای این جنر سویدی هم بزادین ایدی دیگه انشالله همیشه انشالله ایدی هست شاید از اینجور هست والا گیدی بگیرین دیگه غیر از ایدم انشالله دیگه مجبوره که توفیق پدر برای اولاد باشه بله همون محبتی که پدر به اولاد داره انشالله بزرگترین فکر میکنم ایده همون محبت پدری برای اولاد از هم مهمتر دعاهایی که دعاها هم که به هر صورت به سر جا خود دیگه انشالله هست که هست انشالله بسیار اینجا هست انعنات اید چگونه میبینین شما در کل اگر بررسی از گذشته داشته باشین و حال من پیش از اینکه مثلا بگم یک خصوصی که در فامیل ما هست من این بگم که شما خیلی انگوش شما شاید به هرات بتونید پیدا بکنید ما 8 برادریم ماشاءالله ماشاءالله اجیسه عبدالعزیز هم برادر بزرگ منم فامیل تو میاد دیگه برادرام هم هستن ما تقریبا 30 و چند نفر از ما فامیل ماشاءالله همه با هم زندگی میکنیم مصارف با هم مخارج با هم بود و بود زندگی با هم همه یعنی شام با سر یک دسترخوان همه جمع ماشاءالله این خود از این جالب به شما بگم که تقریبا 5 نفر از اینا متعهل 6 نفر از اینا متعهل هم یکی نامزاد دار 7 8 هم که مجرد هم یعنی با وجود از این گپ هم همه کنار هم زنگه و راجع به عرف و عنانات خدا را شکر که نسبت به خیلی از کشورها شما اگه روزا اونا خو ایدن از این مراسم های مشخصی ندارم بله. و این خیلی جای خوبیه که همین اید یک بهانه میشه که ما از دوستا خو از پدر مادر از همکارا خو از کسانی که خیلی از اونا دور و نزدیک ارتباطات داریم به گفته همون مهران مدیری میگه هیچ وقت یک امون واتساپ کجا که صدا دادن بشه این تصویری ببینی و او در آغوش گرفتن کجا ناله. اینا از هم خیلی فرق میکنه ما و خود خور دلداری میدیم میگیم برو با شهر پدر خور بادرت برادر خور دوست خور از یک کشور دوری مثلا صدای روان میکنیم یک وایس روان میکنیم یا تصویری خیلی اینا از هم تفاوت داره و خوشبختانه این سبب میشه میاییم از حال و هوای همدیگر خبر میشیم از همدیگر در آغوش میگیریم و اگر کدام مشکلی باشه مصیبت باشه غم باشه ان شاء الله که این روزای غم هم بیشتر روز عید نیه ولی کلهم خوبه که از حال و هوای همدیگر خبر میشیم و دیدن و دید و بازدید میشه این حسن کاره بله بسیار عالی من واقعا تحت تاثیر حرفای جناب انجینر سه قرار گرفتم با اینکه ماشاءالله 8 برادران و زیر یک چتر زندگی میکنن نشانی از اتحاد و اتفاق و وحدت هست که به دعای بزرگانی همچون حجی آقای انجینر صاحب ما نیاز داریم تا این اتحاد ما همیشگی باشه و همیشه در کنار هم باشین و چقدر زیبایه انجینر صاحب از این شیرینی ها هم اجازه هست بگیرین همه در سکوت کامل قرار دارن
فقط اینا به خاطر استفاده معیار شده. انشالله که طبیعی کدام خیلی خوش میشه که مهمان آدم بیشتری میشه. شما در جمع حالا اگه ما حرف میزنیم نمیتونه هم حرف بزنیم هم بخوریم، شما راحت استفاده کنیم. اجمال خوبه که جوانان گذشته هم خودی خود داریم در اینجوری که آمدین که اجماع ما جوان گذشته هنوز هم جوانیم دیگه، درسته یا نه؟ الحمدلله نسبت به آقای کاظمی نسبت به سن سال خودمون نگاه میکنم الحمدلله جوانه. بسیار خوش به حال شما. الحمدلله نسبت به اونا که نگاه میکنم سن سال خود که هسته نسبت به من که نگاه میکنی جوان هست. نسبت جوان جوانی از این کهن سالا و بزرگ سالا شما زمانی متوجه میشین که به یک کار خیری، کاری که حشر باشه، کاری که عبادات باشه، شما وقتی بریم مسجد سعی میکنید که اینا خیلی مستحکمتر، پایبندتر، یعنی شما قبول کنید تمین مثلا 30 رکعت نماز یا 29 رکعت نماز شما قبول کنید که با یک شوق و ذوق و علاقمندی کامل اینا ادا میکنن که خیلی از جوانا کم میارن، خیلی از جوانامون چیز به اونجه متوجه میشه، یعنی واقعا چقدر تفاوت بین ما و عزم ما و اراده ما. بله بله دقیقا. خب من مثلا از شما جمعه بپرسون که در گذشته هرچند که چون یکی از انحنات گذشته ما هست و دوست دارم که با هر یک از عزیزها در میان بگذارم و دوست دارم که دوباره همین انحنه بیایه. زمانی که پشخابکای شیرینی چند رقم بود و باز میرختم به کیسه دیگه، شما دقیقا یاد شمانه؟ بله بله دقیق یاد مانه. وقت عیدا که میشد که میرفتیم با خانه، چون خانه سابق خانه خود بود کلان نبود، بس تعداد مردم زیادتر که میرفتم همین شیرینی میوردم داخل یک پتوی میرفتم، باز یک نفر ایتا مشت مشت به دگرا به دامن دکه که تقسیم میکسته دگه زمان تا شیرینی ها چی هم نبود، مثال همی کشمش و نخوت و بعض چیزا که خود اینا مخلوط نکردم سه باز تقسیم میکردم برای مردم. دوتا مینو پنج ستاره هم بروی همی به زمان ما یاد بدم بعضا که باز سه باز باز به داخل پشخاب میکردم دوتا مینو هم باز بروی میکشتم سه. بله سابق انانا واقعا لذت خاص هم داشت. بله به خاطر ذلت خاص داشت که سابق سه قناعت بود. بله حال ما همه چیز داریم، قناعت از ما گرفته شده، ولی سابق که بود قناعت بود، چیزی نبود، چیزها بسیار ناچیز بود ولی قناعت بود. اگر مرتگه هر چی میخورد و هر چی میپوشید هم چشمی کمتر بود، قناعت زیادتر بود. امروز سیب هر چیز به دسترخان آدم شو هسته ولی قناعت که نیه بچه میگه بابا چی بخورم. بله. شما یقین کنید که با اون زمان ها به همین شهر که خود ما یاد میدیم به همین یادی خود که به همین سند خود که سیب یعنی باور کنید که مردم نان جو میخوردم جو بر آرد میکدم نان جو میخوردم از امروز که خیلی هم آرامتر بودم، خیلی هم آسایش بیشتری داشتم به خاطر چی که به نظر من قناعت داشتم. امروز قناعت را الله از ما بگرفته دیگر در بقالب از چیزها دیگه بانو ما زیاد مادیا زیاد داده ولی قناعت نیست با ما همه چیز بازم چی رنگ میبره رنگ میبره بازم رنگ میبره هم چشمی زیاد شده بین مردم. اگر نه ما الحمدلله خودم که پس خدا رضیم که از این همچشمی و از این حسودی ها پس الحمدلله دورم. هیچی پیش ما الحمدلله مادیات ارزش ندار، همیشه میگم خدا فقط همی آرام و آزاد مرد داشته باش، روزی خوب دست تون روزی از طرف بکنم، هرچی که تو حواله کردی ما رضی به رضای تونیم و از خودم رضیم که همی طول عمر الحمدلله زندگی ما همونی تا که از خدا خواستم همونی تا الحمدلله چلیده و همونی تا از خدا هم راضیم که همیشه هم میگم خدای با ما زندگی با عزت بده. بشک هر صد مار 50 سال عمر سال اگه 100 سال عمر میدی ما 20 سال عمر بدی با عزت بده. خدای به زندگی به عزت را از تو نخواستیم به اولادم هم نخواستم و در زمین همه اولادای ما کلن الله پاک 15 تا اولاد عطا کرده که اول تا آخر که 5 تا ایفاد شده و 10 تا فلان الحمدلله به حیات همه یکی یک تک تک دنیا که من میگوشی آزان دادم گفتم پروردگارا اگر میخوایی برای من یک اولاد صالح یک اولاد مسلمان پیرو دین اسلام بگردنی که خدای با ما نگه دار و اگر نه غیر از نمی ساعت به تو بخشیدم. بسیار عالی انجینر صاحب صحبت هایی که شما در پیرامون عید کردن چی کار کنین که دوباره اونا به وجود بیاید تجملات و اینها کمتر بشه؟ البته خب در فامیل شما طریق گفتین میرو مایبتا الحمدلله زیاده و ایر عام بسازین هرچند که هست ولی دوست دارم که صمیمانه تر باشه. واقعیت هم اینه که این از دست تک تک افراد بیرونه متاسفانه. و این متاسفانه
حتی سال به سال کم رنگ شده میره و محبت و صمیمیت و او ساده زیستن ها و حال بیشتر داره شکل همون ماشینی بودن خور میگیره و این برگرفته از همون بیشتر رسانه هایی که تصویر داره و بیشتر گرفتاری هایی که ما دوستا و ما و کل هم داریم و باز این شکل شکل بسیار ساده و راحته که هر سیمی هایی اگه استفاده میکنه و این بگم که مسئله جالبه که بعضی دوستا به خاطر ما احترامه که به شهیزت که به که همون دل نمیخواه ولی راحت نیان استفاده نمیکنن. گفته شما اگه او حالت میبود خیلی خوب بود ولی برای رسیدن به زوالت خیلی گامایی بگره و دیشته بشه کار تک تک افراد نیه ولی متاسفانه من بگم که تقریبا میشه بگم محاله چون داره همه چی داره کار میکنه حالت ماشینی شده رسانه ها همه چی دست به دست هم داره خب هر حال امی که به مون ذهنمون باشه امیدوارم که یک زمان اتفاق بفته اینجوری هست پیام اخیر شما پیام تبریکی برای اجزایی که در داخل و خارج کشور هستن من بیشتر دوستایی که به خارج از کشور رفتن اکثریت شناخت زیاد دارم خودم هم سالیان سال همکارامو زیاد رفتن من خو از اونها تقاضام اینه که مهاجرت و اینا یک جای درسته که شاید تسهیلات زیاد به دست دوستا باشه من امیدوارم اینا از اون تسهیلات بیشترین استفاده بکنن شرایطی که برای از اینا مساعد شده فقط به خاطر رشد خود خوب نه به خاطر گذراندن زندگی همین جمع خود زندگی میگذرد حال کم چیز هر حالت بودی بازم این کشور مورد میگم خیلی خوب چانسه شده که انشالله اونا زحمت بکشن ارتقای ظرفیت پیدا بکنم به همون نشه که مثل ایران اکثر دوستان ما اونجه پس که آمدن یا همون گچکار شدن یا به همی پستای بسیار پنگ پنگ من امیدوارم که روز پس اینا برگردن هر کدام از اینا حداقل همون ماستر و دکترها خور از رشته های مختلف بگیرن و بیاین به افغانستان و یک کمک بسیار کلانه بشن به کسانی که به اینجا و دوستایی هم که اینجی هستن تقاضام اینه که اینا بیشتر که دوستا هستن بیرون اینا بیشتر تمرکز خود برای به رشد خود خوب کنن و ناامید نشن یأس و ناامیدی و اینا راه حل نیه راه حل اینه که ما یک هدف مشخص تعیین کنیم ما باید میگن کسی که دو روز مسایی باشه ضرر کرده ما کسی باشیم که انشالله سال بعد اگر مثلا لسانس ما دو سال بعد ماستر باشیم اگر ماستری داریم چهار سال بعد دکترا خود بگیریم به خاطر از اینکه به جامعه واقعا نیازمنده به هر بخشی که شما سعی نگاه کنید شما به بخش من یک تو مثال سری بدم ما مثلا به بخش مادن بسیار شما به جریان هست بله بخش همید برق همار تا چند سال پیش یک نفر مشخص از ایران میامده می کدور وارد میکرد پس میرفت یک پول هم گفتیم از ما میگیده از ریاست برق ایران طبق بیانات که صحبته که دوستا داشت پس بسی خاطر ایجاب میکنه که هر کدوم ما در مقابل خود خو فامیل خو جامعه خو انسانیت ما مسئولیت داریم پس به خاطر انسانایی باشیم که مفید باشیم مؤثر باشیم باوری است دوش جامعه کم بکنیم و انشالله اینه همه به چی میشه به این میشه که ما هم به خود زحمت بکشیم ورزش بکنیم یک عمل بسیار مهمیه و بیشتر کوشش کنیم به اتحاد و اتفاق و همدلی و همسویی بین خود و بین جامعه انشالله ممنون شما تشکر جمع و انشالله که همیشه دور همی های شما و دعاهای شما همراه ما باشه دست شما درد نکنه قربان شما یک جان ممنون از شما مجان احسان شما نیم زحمت کشیدیم به کلبه قریبانه ما تشریف آوردیم ممنون شما الله همیشه شما رو خوش و کامیاب و موفق داشته باشه عید بر شما مبارک زنده باشین و پیام ما هم وطندار گلم عیدت مبارک